خونتون شدن؟ امید کجا؟ وقتی فهمید کاپیتان مهران خونه آجرلو رفت که باهاش حرف بزنه. نه، صبر کنی، با هم رفتن بیرون. کجا؟ حرفی نزد. چیزی شده مادر؟ چرا گذاشتی؟ چی شده مگه؟ امید چی شده؟ امید امید چی؟ رفته کاپیتان مهران رو بکشه. پس همه چی تو فهمی؟ به جز یه چیز. چیو؟ کسی که بخواد بکشه پدرش. خوشحالم که میبینم بالاخره با مسئله منطقی برخورد کرد. درباره گذشته ها فروغ بیگناهه. آره درسته، گناهکار واقعی تویی. من مجبور بودم، تو بدتله ای افتاده بودم، جز گریز هیچ راهی برام باقی نمونده بود. میدونی تنها گناه من و فروغ اینه که همه ی واقعیت رو به تو نگفتم. همه واقعیت؟ آره همه ی واقعیت، واقعیتی که خود من هم خیلی دیر بهش دست پیدا کردم. اینم یه قصه دروغ دیگه است. میخوای بار گناهاتو کمتر کنی، ولی اگه یه نفر مسبب حقیقی رنج و بدبختی من و مادرم باشه تویی. خب در ازای این همه رنج و بدبختی من آسایش و خوشبختی به دست آوردم؟ میبینی که اینطور نیست. چرا؟ چرا؟ تو با ورودت به زندگی قشنگ من و مادرم شکاف انداختی بین ما. اول جوونی مادرم رو گرفتی، حالا پسرشو. نه من هیچ چیز از هیچ کس نگرفتم. من دنبال حق گم شده خودم هستم. اشکال تو اینه که همه چیزو نمیدونی. چرا؟ من همه چیزو میدونم. آره همه چیزو میدونی، جز یک راز باقی مونده، یه استخون لای زخم. کدوم راز؟ یه راز که مثل یه زخم کهنه خود منم داره نابود میکنه. رازی که دیگه نمیتونم پنهانش کنم، نمیتونم به کسی بگم. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟
من؟ من این نامه ها هستم، من این نامه هام، بخون بخونشون، بخونشون. اینم اولین کتاب چاپ شده نویسنده معاصر آرزو صبوری. امید، نمیخوای بهم تبریک بگی؟ امید، تقدیم به همسر دریادلم امید پرتو. تقدیمش کردم به تو امید. دکترا گفتن میتونه مرخص شه، تو خونه استراحت کنه بهتره. وای، عوضش میتونم یه دل سیر امیدو ببینم، مگه نه؟ بلکه اینجوری تو یه دریا رو تحمل کنی. اینجا بمونم راحتم. اینجا تو بیمارستان؟ این مثل که ضربه خورده به مخش. چه حرفیه تو میزنی؟ اگه دوست داشته باشیم میتونی خونه ما پیش ما بمونی. آره، آخه اونا ممکنه. امید، اونا پدر مادر تو هستن. سه شبانه روزه که چشم رو هم نذاشتن، از نگرانی دارن دیوونه میشن، دلواپستن. میفهمی؟ من پدری ندارم. پدر من مرده سالها پیش. پس مادرت؟ مادرم؟ بله مادرت. اون حق داره تو رو ببینه، دل وابستته. مادرم با انتخاب کاپیتان باید من فراموش کنه برای همیشه. اما اون یه غریبه رو انتخاب نکرده.
کاپیتان پدر توه امید. پدر من سالها پیش مرده. مگه همون قصه نیست که مادرم برام تعریف کرده؟ امید خواهش میکنم. برو، میخوام تنها باشم. به من نگاه کن. امید، میدونم حتی دیگه نمیخوای به من نگاه هم بکنی. خب مهم نیست، یه حرفای تای دلم سبزه زده که باید برات بگم، مال خیلی ساله، خیلی ساله. مال اون سالاییه که هم برات پدر بودم هم مادر. سالهای بدی که وقتی راه افتادی و تاتی تاتی کردی، هزار بار مردم و زنده شدم. مال سالهایی که وقتی دندونات جوونه زد، همراه تو درد کشیدم و قصه خوردم. مال اون سالهایی که وقتی برای اولین بار صدا زدی بابا، فهمیدم سراغ رنج بی پدری رو داری میگیری. با خنده هات شاد بودم، با گریه هات ناشاد. همش با خودم میگفتم یه روزی بزرگ میشی و سراغ پدرت ازم میگیری. بعد به این نتیجه رسیدم که فکر کردن به یه پدر مرده بهتر از فکر کردن به یه پدر گم شده است. یه پدر مرده مثل دریا میمونه، یه پدر گم شده سرابه، سرابی که هرچی بهش نزدیک تر میشی میفهمی که خیلی باش فاصله داری. و من نمیخواستم بهترین سالهای عمر پسرم با این سراب، با این فکر تباه بشه. کاپیتانم از وجود تو بیخبر بود، اما پرتو میدونست. اون همه چیزو میدونست، حتی میدونست کاپیتان زنده است و به من نگفت. من اگر گناهی دارم، اگر تقصیری کردم، فقط به این خاطر بود که دلم نمیخواست زندگی تو خراب بشه و نذاشتم.
27 سال توی آینه نگاه کردم. تک تک جین‌های صورتم رو دیدم. به خواسته هام، نیاز هام، آرزو هام پشت پا زدم. ۲۷ سال بهارهای زندگیم تبدیل به زمستون شد. ولی من از پیری نترسیدم. تار تار موهای سیاه هم سفید شد. ولی هرگز قصه پیری و تنهایی رو نخوردم. چون دلم به خنده چشمای تو گرم بود. وقتی عاشق شدی با تو عاشق شدم. وقتی دریا رو انتخاب کردی دریایی شدم. وقتی توی دریا غرق شدی همراهت نفس کشیدم تا زنده بمونی. وقتی از کوه پرت شدی منم پرت شدم. تو دستت شکست، من دلم شکست، وجودم شکست، آیندم شکست. و حالا اگر اینجا هستم نیمدم ازت مهربانی و عاطفه گدایی کنم. اومدم به تو بگم پدر تو کاپیتان دریاییه. اون همونقدر حق داره که تو هم حق داری. و توی این معادله فقط من زیادی هستم. دلم نمیخواد برای دومین بار پسرش ازش بگیرم. برو خاطر خدا برو. من پدرم مرده.
مادر برای همسرم دریایی و پسرم امید فروغ سلام اونا برگشتن از بیمارستان مرخص شده امید باید ببینیش اما اون نمیخواد منو ببینه منو فروغ تو بیمارستان خیلی سعی کردیم باهاش حرف بزنیم یه بار دیگه باید تلاش کنی نه نمیخوام اوضاع رو از اونی که هست خرابتر کنم میدونی نفرت امید از من به خاطر سالهای بیپدریش سالهای تنهایی فروغ و باور یه پدر دروغی به اسم پرتو خیلی ریشه دار و عمیقه تو پدر اون هستی و این رازیه که هیچ کس از اون خبر نداشته حتی خود تو آره شاید وقتی فهمیدم نباید دنیای قشنگ اونو هرچند دروغ و غیر واقعی با این حقیقت تلخ اما واقعی خراب میکردم میدونی نوشتن نامه های واهی به یه پدر مرده خیلی دلچسبتر از فکر کردن به یه پدر گم شده است تو به چی فکر میکنی دریایی؟ که همه چیزو برگردونم سر جای اولی که بود مادر رفته همه وسایلش هم با خودش برده فقط یه نامه واسه تو نامه برای چون نوشتن یه نامه برای کاپیتان امید بریم دنبالش ممکن اتفاق بعدی براش بیفته دیگه برام مهم نیست امید این چه حرفی اون مادر توه اون مادر من نیست
ما منو فراموش کرده. اون منو فراموش کرده. شما گفته که من اینجام؟ راستش من... من بهش گفتم کاپیتان. من گفتم. حتی گفتن که شما قرار اینجا ازشون بخرید و... لازم بود که همه چیزو بگی؟ بالاخره باید به یکی میگفتم. چه کسی بهتر از عروست؟ امید حالش چطوره؟ خوبه؟ اصلا حالش خوب نیست. از وقتی که از بیمارستان برگشتیم به شدت عصبی و بدرفتار شده. کلافه است، تند خوه، تعادل روانی نداره، غیر قابل تحمله. حتی با فروغ؟ فروغ خانم رفته. رفته؟ کجا رفته؟ نمیدونیم. فقط فکر میکنیم بعد از اون اتفاق میخواد تا یه مدتی با امید روبرو نشه. حدسشو میزدم. یه تصمیم دریایی. تو شوهرتو دوست داری؟ امید قبل از اینکه همسر من باشه پسر شماست. احساس شما نسبت به اون چیه؟ آشنایی و زندگی من و فروغ با عشق همراه بود. امید حاصل عشق، عشق خامه ی دریانورد جوان به یه دانشجوی رشته باستانشناسی. وقتی من و فروغ ازدواج کردیم دریا، کشتی، سفر، جزایر دوردست، همه اون چیزایی که من دوستشون داشتم و بخشی از هویت من بود براش جالب و دلچسب بود. اما زندگی یه دریانورد همیشه متعلق به خودش نیست. هفته ها و ماه ها زندگی روی آب همه یه چیزای دوست داشتنی رو به یه مانع تبدیل میکنه. فروغ منو میخواست، فروغ منو میخواست، اما بدون دلبستگی هم و رویاه ها. زندگی اون روزای من و فروغ درست مثل زندگی این روزای تو با امید پر از تلاطم بود. سفرهای دور، طوفانا، دوری ها، همه اینا موجب نگرانی زنها میشه. و آخرین سفر من تبعید اجباری و ناخواستم به جزیره هرمز بود. و حالا بعد این همه رنج و سختی احساس میکنم هم فروغ زندگیم از دست دادم، هم امید زندگیم از دست دادم. من نباید برمیگشتم. من
حق نداشتم رویایی رو که 20 سال طول کشیده تا ساخته بشه یک شب خراب کنم. اگر دنبال مقصر هستی تا علت فرار فروغ، نابسامانی زندگیش، پریشونی امید رو بدونیم، مقصر اصلی منم و یک بار دیگه فروغ و پسرم زندگیمو گم کردم. شاید سرنوشت محتوم من اینه. دخترم هیچ وقت از امید نخواه که بین تو، دریا، سفر و شیفتگی هاش به اقیانوس یکی رو انتخاب کن. هیچ وقت این نامه رو فروغ خانم برای شما نوشتن، البته قبل از رفتنش. نامه ها واسه این نوشته میشن که آدم ها راست و دروغشون معلوم نشه. چی؟ چشم ها عاطفه آدم ها رو لو میدن، اما نامه ها میتونن اونا رو مخفیشون کنن. تو این سن و سال دیگه احتیاط معنایی نداره. یه دوستی داشتم که میگفت مرگ از سر سن و سال و پیری نیست که میاد، بلکه با فراموشی میاد. فراموشی به نظر تو من تصمیم درستی گرفتم؟ میدونید وقتی که یه نوزاد انگشت پدرش رو برای اولین بار با مشت کوچیکش میگیره و فشار میده، یعنی که اونو پیداش کرده و برای همیشه گرفته اون رو. مهم اون لحظه نیست، مهم عاطفه اون لحظه است. اینجا تو این بلندی به آرامش دارم میرسم. چه اسم عجیبی، آغوش خدا. خیلی هم با معنا، بی واسطه آدم با خدا صحبت میکنه. حالا میفهمم چرا دریایی ها هر از گاهی به اینجا سری میزدن. دریایی ها؟ آره، آدم های متفاوت اینجا میان و راز و نیازی و درد و دلی و بعد هم میرن. اما تو مدتی که اینجا هستم شما رو از همه دریایی تر دیدم. و یه تصمیم دریایی، یه تصمیم دریایی. Thank you.
امید، فروغ پیش از اینکه مادر تو باشه همسر من بوده. ما با عشق ازدواج کردیم و تو ثمره عشقی نه نفرت. و حالا به خاطر خدا، به خاطر مادرت، خوب چشماتو باز کن و به حرفای من گوش بده. من مادرتو دوست دارم و حاضرم به خاطر اون هر کاری که بخواد انجام بدم. تو هم اگر دوستش داری باید خوشبختی و آرامششو بخوای. خودخواهی مورد پسند عشق نیست. جوهر عشق دیگر خواهیه. حالا خوب به چشمای من نگاه کن، به چشمای پدری که 27 سال از وجود داشتن پسرش بیخبر بوده، و به من بگو که به من فرصت جبران میدی تا سالهای آخر عمرمو در کنار خانوادم به آرامش برسم. واقعا تو اینو میخوای؟ مثل این که نشد. باشه، من میرم برای همیشه. ما هیچ کدوم نتونستیم سهم خودمون رو از خوشبختی و سعادت بگیریم. تو آدم باهوشی هستی. آره، پس بذار اعتراف کنم که من در تمام این مدت شماها رو بازی میدادم. آره، حق با توه. پرتو پدر واقعی توه، کسی که هنوزم منتظر نامهاته. آره، درسته، مادرت فروغ نباید به خاطر وجود من لذت زندگی با تو را از دست بده. امید، منو ببخش. من مجبور شدم به تو دروغ بگم. همش نقش بود، نقشه که خوب نتونستم بازیش کنم. کاپیتان دریایی در کار نیست. دریایی اسم جعلیه. و همه اینا یه قصه مسخره بود که ساخته و پرداخته ذهن یه آدم عاشقه. خیلی احمقانه است، اما من فکر میکردم با سر هم کردن این قصه میتونم با داشتن یه همسر و یه فرزند خوشبختی رو مزه کنم. فکر میکردم با گفتن این قصه دروغ میتونم دل تو رو به رحم بیارم تا شاید حضورم رو تحمل کنی. نمیدونستم با گفتن این قصه اوضاع رو برای همیشه خراب میکنم. امید، من پدرتو نیستم. من هیچ کس نیستم، حتی یه دریایی هم نیستم. چون یه دریایی هیچ وقت دروغ نمیگه. اما اگر دنبال مقصر میگردی، مقصر اصلی منم، فقط من. مادرت
قربانی معصوم و بیگناه یه قصه دروغه. پس حالا برو دنبالش، پیداش کن، بهش بگو که من به دروغم اعتراف کردم، بهش بگو که من رفتم برای همیشه، و بعد بدون دغدغه، بدون فکر و اندیشه درباره یه آدم جعلی و یه قصه دروغ، خوشبختی و آرامشو بهش برگردون. من قول میدم هیچ وقت سر راه تو و مادرت سبز نشم، قول میدم برای همیشه. تو هم قول بده به نوشتن اون نامه ها برای پدرت ادامه بدی. جان، امیدوارم وقتی که این نامه رو میخونی دیر نشده باشه. حتما از اینکه این پیرمرد فضول برات نامه نوشته جا خوردی. سلام. تو چشاتون نگاه کنم که هم یه پدر مرده رو و هم یه پدر گم شده رو فراموش کنم. پدر، thank you.
زنده باد جمهوری اسلامی ایران. میرم تنها میرم اون بردار